بریم سراغ فصل جدید و میخوایم در رابطه با اینترنت صحبت کنیم و یک مقداری با اینترنت آشنا بشیم. بعد از اینکه با اینترنت آشنا شدیم، میریم سراغ روش ساخت جیمیل، آشنایی با نرم افزار گوگل کروم و همچنین روش سرچ کردن و جستجو کردن داخل اینترنت و میخوایم مباحث اصلی که داخل اینترنت وجود داره رو با هم دیگه یاد بگیریم. داخل دوره ICDL آشنایی با اینترنت و روش جستجو ساخت اکانت جیمیل یا ایمیل کفایت میکنه و در این حد شما باید بدونید که چطور میتونیم جستجو کنیم و چطور میتونیم با مرورگرهای مختلف کار کنیم. پس با ما همراه باشید تا قسمت اول فصل اینترنت رو با هم دیگه شروع کنیم. همونطور که شما میدونید، با استفاده از اینترنت ما میتونیم به دنیایی از اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، میتونیم با استفاده از اینترنت با اقوام و دوستانی که در فاصله های دور هستن ارتباط بگیریم و داخل زندگی شما میدونید که چقدر کاربرد داره و لازمه که ما کار با اینترنت رو بلد باشیم. الان شبکه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارن که ما میتونیم با استفاده از اونها نه تنها کارهامون رو انجام بدیم، با دوستامون صحبت کنیم، بلکه میتونیم کسب درآمد کنیم و از طریق اینترنت میتونیم پول در بیاریم. پس یک فضای بسیار گسترده هستش که اگه ما به درستی از اینترنت استفاده کنیم، میتونیم جنبه مثبتش رو مشاهده کنیم و استفاده های مثبتی از اینترنت داشته باشیم. هر فضایی بالاخره استفاده مثبت و منفی هم داره. ما بهتره که از فضای مثبت اینترنت استفاده کنیم. حالا این چیزی که من بهتون گفتم یک تعریف عامیانه از اینترنت بود. ما یک تعریف کلی در رابطه با اینترنت داریم که داخل این اسلاید میخوام بهتون توضیح بدم. اینترنت یک شبکه جهانی از رایانه‌های متصل به هم و سایر دستگاه‌ها هست که با استفاده از مجموعی از پروتکل‌های مشترک با یکدیگر ارتباط دارن. پس شبکه‌ای از رایانه‌هایی که به هم متصل شدن تعریف اینترنت هستش. اینترنت از انواع مختلفی از شبکه‌ها از جمله شبکه‌های خصوصی، شبکه‌های دولتی، شبکه‌های دانشگاهی و شبکه‌های تجاری تشکیل شده که همه به هم متصلن تا یک زیرساخت عظیم جهانی ایجاد بشه. اینا تعریفی از اینترنت بود که وجود داره و ما باید اون رو می‌دونستیم. در سالهای ابتدایی ایجاد شبکه اینترنت فقط افراد و مراکز خاص میتونستن از اینترنت استفاده کنن. اما بعد از سال 1991 استفاده از اینترنت جنبه عمومی پیدا کرد و همگان به راحتی میتوانستن از آن استفاده کنن. پس جنبه عمومیش از سال 1991 ایجاد شد و همه تونستن ازش استفاده کنن. اینترنت هم مانند هر چیز دیگه به مرور پیشرفت کرد. در سالهای ابتدایی که همون داخل کشور خودمون هم استفاده میکردیم، سرعت اینترنت بسیار پایین بود. ما کارت‌های اینترنت رو میگرفتیم که یک سری رمز داخلش بود و میتونستیم وارد فضای اینترنت بشیم. سرعت بسیار کم بود. اینترنت‌هایی که تهیه میکردیم به صورت ساعتی بود و ما مثلا برای دانلود یک آهنگ زمان زیادی و صرف میکردیم تا اون آهنگ دانلود بشه، که حالا به مرور زمان سرعت افزایش پیدا کرد و الان اینترنتی که ما داریم استفاده میکنیم به روز شده اینترنت سالهای گذشته است که به سختی قابل استفاده بود. در گذشته اینترنت اینطور نبود که داخل هر گوشی وجود داشته باشه، داخل هر خونه اینترنت وجود داشته باشه. به ندرت از اینترنت استفاده میکردیم، ولی الان بخش بسیار مهمی از زندگی همه ما شده و باید ما با اینترنت آشنا باشیم. بریم سراغ شبکه اینترنت و ببینیم که شبکه اینترنت چی هستش. زمانی که دو یا چند کامپیوتر به هم متصل شوند و این کامپیوترها بتوانند با هم تبادل اطلاعات داشته باشند، شبکه اینترنت تشکیل شده. شبکه اینترنت به سه دسته تقسیم میشه: شبکه محلی، شبکه وسیع و شبکه شهری، که شبکه محلی کوچکترین و شبکه شهری بزرگترینش هستش. اما یک سری ما مفاهیم کلی در رابطه با اینترنت داریم که پیشنهاد میکنم به این اسلاید هم توجه کنید.
ما فقط میخوایم داخل این قسمت با اینترنت آشنا بشیم. در قسمت بعدی آموزشمون کاربردی تر میشه و میخوایم با گوگل کروم آشنا بشیم. نشانی صفحات وب رو ما URL میگیم، یعنی مثلا شما زمانی که وارد سایت های مختلف میشید، مثل سایت مکتب خونه، و شما باید آدرس سایت مکتب خونه رو وارد کنید و جستجو رو انجام بدید. آدرسی که سایت مکتب خونه یا هر سایت دیگه ای داره نشانی اون سایت هستش که ما باید اون آدرس و اون نشانی رو وارد گوگل کروم کنیم و جستجو کردن رو انجام بدیم تا سایت مورد نظر باز بشه. هر سایتی یک وظیفه‌ای رو برای خودش داره. شما با توجه به نیاز خودتون میتونید مثلا سایت دانلود آهنگ رو داشته باشید، سایت های خرید اینترنتی مثل دیجی کالا رو داشته باشید، یا سایت های آموزش مثل سایت مکتب خونه رو جستجو کنید و نیاز خودتون رو برطرف کنید. یک مفهوم دیگه به نام وب داریم که اطلاعات قابل دستیابی با استفاده از اینترنت هستش. پس هر چیزی که ما داخل اینترنت بتونیم جستجو کنیم و اطلاعاتی به دست بیاریم میشه وب. همون وبگردی که اگه شما شنیده باشید میتونیم داخل سایت های مختلف جستجو کنیم و اطلاعات مختلفی رو به دست بیاریم و اطلاعاتی که به دست میاریم رو هم حتما باید توجه کنیم که اینترنت فضای گسترده‌ایه و هر اطلاعاتی میتونه درست نباشه. اینجاست که سواد استفاده از فضای مجازی به میون میاد و باید ما سواد استفاده از فضای مجازی رو هم داشته باشیم که هر اطلاعاتی درست نیستش، هر خبری بدون منبع قطعا میتونه فیک باشه و نباید با دیدن یک عکسی، با دیدن یک خبری ما به این نتیجه برسیم که اون خبر قطعا درسته و بیایم نتیجه گیری انجام بدیم و قضاوت کنیم. پس بهتره که روش استفاده از فضای مجازی رو بلد باشید و خبرهایی رو دنبال کنید که از وبسایت‌های معتبر ارائه میشه و اون خبرها باید حتما منبع داشته باشن. الان فضای مجازی به صورتی شده که هوش مصنوعی اضافه شده به فضای مجازی و مثلا میتونن چهره یک شخص رو روی شخص دیگه بذارن، صداگذاری کنن، صدای یک شخص رو کپی کنن و شما حتی به فیلم‌ها و عکس‌هایی که داره پخش میشه هم نباید خیلی اعتماد داشته باشید. پس حتما باید سواد فضای مجازی خودتون رو بالا ببرید و به هر چیزی اعتماد نکنید. بریم سراغ مفهوم بعدی که ISP هستش که خودش یک واسطه برای ارائه خدمات اینترنتی هستش. حالا اینجا ما به اشتباه کامپیوتری نوشتیم، یک واسطه برای ارائه خدمات اینترنتی هستش. مفهوم بعدی مفهوم ایمیل هست یا همون جیمیل، فرقی نمی‌کنه که شما داخل گوگل بیایید یه دونه پست الکترونیکی ایجاد کنید جیمیل میشه و نامش فقط تغییر میکنه، هر دو یکسان هستن و هر دو روش ارسال و دریافت پیام از طریق اینترنتن که هر شخصی الان مانند یک تلفن همراه، مانند یک سیم کارت، باید یک ایمیل رو برای خودش، حداقل یه دونه ایمیل رو برای خودش داشته باشه که داخل بسیاری از سایت ما میایم اطلاعاتمون رو وارد میکنیم. این فضای خیلی خوبیه که ما اطلاعاتی رو به صورت رایگان، کاملا رایگان در اختیار دیگران قرار بدیم. ارتباط بگیریم، عکس بفرستیم، فیلم بفرستیم یا هر متنی رو که خواستیم به صورت رایگان فقط با داشتن اینترنت به دوستامون ارسال کنیم که خیلی فضای مهمی هستش و داخل زندگی هر شخصی داشتن یک ایمیل به شدت ضروریه. پس ما 4 تا مفهوم کلی و مهم در رابطه با اینترنت رو یاد گرفتیم. مفاهیم خیلی گسترده هستن. کافیه که شما داخل اینترنت جستجو کنید مفاهیم پرکاربرد اینترنت که ما دیگه جاش نیست که بخوایم همه اونها رو بررسی کنیم. در حد آشنایی می‌خوایم با مفاهیم پرکاربرد اینترنت آشنا بشیم. پس ما مطالب خیلی مفید داخل این قسمت یاد گرفتیم. در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ گوگل کروم و میخواییم با استفاده از گوگل کروم سایت‌های مختلف رو جستجو کنیم و ازشون استفاده کنیم. با ما همراه باشید. میخواییم بخش بعدی آموزش رو شروع کنیم.